اگر شخصی از شما سوال کند چگونه ایمان بیاورم، چه جوابی میدهی؟ بگو ایمان بیاور به توحید و الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات و به وجود الله. توحید ربوبیت یعنی اعتقاد به اینکه الله متعال در خلق کردن و رزق و تدبیر و در همه کارهاش یکتاست. توحید الوهیت یعنی یکتا دانستن الله متعال در اینکه تنها وی مستحق عبادت کردن است. توحید اسماء و صفات یعنی یکتا دانستن الله متعال در هر آنچه که در قرآن و سنت به خود نسبت داده یا خود را به آن وصف کرده، و این هم باید با ایمان داشتن به آنچه الله متعال برای خودش اثبات کرده و نفی کردن هر آنچه که خود آن را نفی نموده، و اینکه هیچ کدام از صفات‌های خداوند را تأویل یا تحریف یا نفی نکنیم و کیفیت و مثالی برای صفات خداوند ذکر نکنیم. دوستان، این غیر قابل قبول است که بگوییم موحد هستیم ولی ندانیم توحید چیست، وگرنه ابو جهل از ما نسبت به اصل اسلام عالم‌تر می باشد. دلایل بر وجود الله، دلایل بر وجود الله متعال به صورت کلی 4 نوع است: عقل، حس، فطرت و شریعت. دلایل عقلی یعنی غیر ممکن است که یک فرد عاقل بیاید و این نظم و ترتیب بسیار شگفت‌انگیز در کائنات را ببیند، کهکشان‌ها، رودها و درختان و آمدن شب و روز را ببیند و به وجود خالقی یکتا که مدبر است ایمان نیاورد. آیا آنها بدون هدفی خلق شدند یا آنها خود خالق خودند؟ دلیل دوم احساس است. مثلا وقتی در مصیبتی افتادی، خود به خود دستانت را به آسمان دراز می‌کنی و می‌گویی پروردگار، و می‌بینی فرج حاصل می‌شود. پیامبر بلند شد دعا کرد، در حالی که در آسمان لکه ابری نبود و از منبر پایین نیامدند تا اینکه آب از ریش مبارکشان می‌چکید. این دلیل حسی است. یا 3 نفری که دهانه غارشان مسدود شد، آنها دعا می‌کردند و می‌دیدند که صخره کم کم تکان می‌خورد. این دلیل محسوس است. دلیل دیگر فطرت است. هر کودکی بر فطرت دنیا می آید و پدر و مادرش او را یهودی و مسیحی و مجوسی می کنند، و این مشکل را امروز در کارتون ها داریم. به کودکان سحر می آموزند. اصلا سحر و جادو در کارتون ها یکی از اصول شده است، و کودکان اگر دندانشان می افتد به طرف خورشید می ایستند و می گویند ای آفتاب، ای درخشنده، به من دندانی بده، دندان پیرها و دندان عروس بده. این شرک اکبر است. به من دندانی بده، دندان پیرها و دندان عروس. این شرک اکبر است. کودکان بر آنچه که والدینشان به آنها آموختند بزرگ می شوند. دلیل چهارم شریعت است که بسیار زیاد است. اصلا هر آیه‌ای در قرآن دلیل بر توحید الله متعال می باشد. دوم این که باید به ملائکه ایمان داشته باشیم. اگر سوال کنند چگونه باید به ملائکه ایمان داشته باشیم، میگوییم ایمان داریم که ملائکه در عالم غیب هستند و الله متعال آنها را از نور خلق کرده و از الله متعال اطاعت میکنند و هرگز عصیان نمیکنند و دارای روح و جسد و قلب و عقل هستند. دلیل بر روح اسم روح القدس، و دلیل بر اجساد آنها دارای بالهایی هستند. دلیل بر قلب تا اینکه ترس از قلبشان برود میگویند الله متعال چه فرمودند. ما به تمام ملائکه ایمان داریم و ایمان داریم به آن دسته‌ای که الله تبارک و تعالی اسمهایشان را ما یاد داده: جبرئیل، اسرافیل، میکائیل و ملک الموت. اما اسم اسرائیل برای ملک الموت ثابت نشده و ایمان داریم به اسمهایشان، به کارهایشان و تمام چیزهایی که در موردشان در قرآن و سنت آمده است. باید به تمام کتابهایی که از آسمان نازل شدند ایمان داشته باشیم. الله متعال می‌فرماید: به راستی که ما همراه با پیامبرانمان آیات روشن و کتاب نازل کردیم. به تمام کتابها ایمان داریم و آن دسته از کتابهایی که اسمشان را می‌دانیم، مانند قرآن، تورات، انجیل، زبور و صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهم السلام، و به احکام و اخبار آن کتاب‌ها ایمان داریم که نسخ نشدند. برادران، بنابراین جایز نیست به اسرائیلیات مراجعه کنیم و آنچه در قرآن است را رها کنیم. الله متعال می‌فرماید ما بهترین داستان‌ها را بر تو می‌خوانیم. پس چرا باید بهترین داستان‌ها را رها کنیم و به اسرائیلیات مراجعه کنیم؟ چرا به نزد سرگشتگان و گمراهان و فلسفه بافان برویم و این کتابی که تمام خیرهای دنیا و آخرت را دارد رها کنیم؟ چرا به انبیا ایمان داشته باشیم که آنها بنده هستند و عبادت نمی شوند، پیامبرند و تکذیب نمی شوند، و الله متعال آنها را فرستاده و تایید نموده و برایشان آیات نازل کرده است و امانت را ادا کرده و امتشان را نصیحت نموده و در راه الله آنگونه که شایسته است جهاد کردند،
اولین نبی آدم و اولین رسول نوح و آخرین نبی و رسول محمد است و هر کس بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ادعای نبوت یا رسالت بکند کافر است، هر که میخواهد باشد. تایید میکنیم، درست است؟ حتی بعضی از علما میگویند اگر شخصی بیاید و ادعای پیامبری بکند و شخص دیگری بگوید خب اگر پیامبر هستی آیه‌ای بیاور، علما گفتند این شخص هم کافر می شود. چرا؟ چون گفتند وی معتقد است که شاید پیامبری غیر از محمد صلی الله علیه و سلم بیاید. الله متعال با آمدن پیامبر نبوت و رسالت را تمام کرده. به تمام انبیا و رسولان ایمان داریم، به آنهایی که الله تعالی اسمهایشان را به ما داده و صفاتشان و آیاتی که امر آنها آمده و تمام اخباری که در مورد آنها ذکر شده است را. ایمان به روز قیامت شامل تمام چیزهایی می شود که بعد از مرگ رخ می دهد. بعد از مرگ چه رخ می دهد؟ خارج شدن روح از بدن و قبض شدن روح توسط ملائکه و بردن آن به آسمان، باز شدن یا بسته شدن درهای آسمان بر روی آن روح و بازگشتش به داخل جسد و صدای کفشهایش را می شنود و دو ملائکه در قبر از وی در مورد سه اصل پروردگارت کیست و دینت چیست و پیامبرت کیست سوال می کند. اگر این اصول سگانه را در دنیا یاد نگیری، بله قسم که در قبر نخواهی توانست آن را جواب بدهی. عذاب و نعمتهای قبر و روز رستاخیز و زنده شدن، پاداش و پل صراط و بهشت جهنم، شفاعت، دیدن پروردگار در روز قیامت برای مؤمنان در بهشت، حوض کوثر، تمام آنچه پس از مرگ رخ میدهد بخشی از ایمان به روز قیامت است. امروز بعضی از انسانها در اموری که نزد ما از مسلمات هستند تشکیک وارد میکنند، در حالی که غیر ممکن است که مسلمان در آنها شک کند. رکن ششم از ارکان ایمان، ایمان به قضا و قدر است. علما می‌فرمایند ایمان به تقدیر چهار مرحله دارد: علم، کتابت، اراده و خلقت. علم یعنی ایمان داشته باشی که الله متعال تمام چیزها را در آسمان‌ها و زمین می‌داند. کتابت یعنی الله متعال به قلم امر کرده که تمام وقایع را تا روز قیامت بنویسد. اراده یعنی بنده دارای اراده است، اما اراده بنده در زیرمجموعه اراده الله متعال قرار دارد و هر آنچه که الله متعال بخواهد می‌شود و هر آنچه که نخواهد هرگز نخواهد شد. و اراده نمی‌کنید مگر آنچه که پروردگار جهانیان بخواهد و به کشتار خود وارد شوید هر گونه که میخواهید. خلقت یعنی بندگان مخلوق هستند و کردارهایشان تابع آنهاست، پس اعمال ما هم مخلوقند. الله متعال شما و آنچه را که انجام میدهید خلق کرده است. امروزه کسانی هستند که در تقدیر و در علم خداوند شک و شبهه ایجاد میکنند و گناه خود را توجیه میکنند. مثلا مشروب میخورد، به او میگویی چرا مشروب میخوری؟ میگه اگه خدا میخواست نمیخوردم. خب با امثال این افراد چه کنیم؟ تا قانع بشوند باید بزنید تا بیهوش بشود. وقتی به هوش آمد اگر پرسی چرا میزنی بهش بگو تقدیر خدا بوده. اگر خوردن مشروب تقدیر خدا بوده، این کتک کاری هم تقدیر خدا بوده، من چه کار کنم؟ این یه لطیفه بود. یه وقت شما کسی رو نزنید. روزی را نزد امیرالمومنین عمر رضی الله عنه بردن. امام فرمود دستش را قطع کنید، چون حد الله متعال است. ولی آن دوست به امیرالمومنین اعتراض کرد: ای امیرالمومنین، آیا من رو به خاطر چیزی مؤاخذه میکنی که خدا بر من نوشته است؟ من با تقدیر خدا دزدی کردم. امام عمر در پاسخ فرمود: خب والله ما هم با همان تقدیر خدا دست تا قطع میکنیم. آیا ما را به خاطر چیزی که خدا بر ما نوشته مؤاخذه میکنی؟ خداوند نوشته دست تا قطع کنیم، مگر میتوانیم کار دیگری بکنیم؟